آسواران. آسواران افسران سپاه ساسانی بودند که معمولاً از اشراف زمیندار کوچک، اعیان درجه دوم و مردمان آزاد تشکیل می شدند و در جنگ مقام اول را داره بودند. این نجبای فرودست هسته اصلی سپاه ایران را تشکیل می دادند و افراد عادی نمی توانستند وارد این دسته شوند و این طبقه مختص به اعیان و اشراف بود. آسواران همواره نزد شاهان ساسانی مقامی ارجمند داشتند و شاهان ترجیح می‌دادند با خانواده آسواران ازدواج کنند. بنابر روایت یعقوبی، اغلب آسواران در زمان صلح در املاک خود می‌زیستند و مشغول زراعت و اداره امور رعایای خویش بودند. آنها در واقع جزء نجبای درجه اول که عده قلیلی بودند به شمار می‌رفتند و نسبت به دهقانان که نجبای درجه دوم بودند مقام برتری داشتند و حتی برخی از آنان مسئولیت تربیت شاهزادگان ساسانی را بر عهده داشتند و برخی نیز به عنوان عضو پیوسته و مشاور دربار ظاهر می‌شدند. در زمان خسرو انوشیروان، آسواران مقامی به مراتب مهمتر از گذشته پیدا کردند و در اواخر دوره ساسانی قدرت آسواران با ضعف حکومت ساسانی بیشتر از گذشته شد، به طوری که آنها در کنار دیگر گروه‌های متنفذ در پی آن بودند که نفوذ خیش را بر ضد دستگاه ساسانی اعمال کنند. قدرت آسواران چنان گسترده بود که بعضی از شاهان برای ادامه سلطنت خود چاره‌ای جز توزیع مال و ثروت نزد آنها نداشتند و حتی گاهی برای رفع مشکلات خود به بزرگان آسواران